دو گونی برنجم پیشکشی قحطی زده ها. دست شما درد نکنه، من مطمئن یه خیلی در نزده بودم. خیلی ممنونه. خیر پیش. بنده باش. ممنونم خواهر. میرزا از ما خواسته قحطی زده ها رو از رشت بفرستیم جاهای دیگه. سپرده محلی ها هواشون رو داشته باشن. از پس خرج و مخارجشون بر نمیه. تو این وضع و اوضاع جنگ هم بهتره که توی شهر نباشن. محمود خان اگر اجازه بدید یکی دو فونوار بفرستیم خدمتشون. شکر و هزار شکر، هنوز این خونه روپی و پا، تاقش بسته و درش چهار تاق، جارچی شبوم و دادش رسا که مهمون حبیب خداست. محمود خان شاعر شدی، انگار عافیت نشینی به ساخته ماشالله. کدوم عافیت نشینی مشتی علی شا؟ هنوز یک ماه نشده که پاش رسیده به خونه، عرق راهنو به تنشه. اجر شما هم که هر صبح منتظر محمود خان و حسین آقایی کمتر از جهاد نیست. اجر اونی میبره که خودش بخواد در راه خدا یه کاری بکنه، نه من که چاره ای ندارم غیر چشم انتظاری. اجرتون رو ضایع نکنید همشیره، صبور باشید، خدا قول داده که با صابران باشه. محمود خان اگر اجازه بدید از اقلیت ها بفرستیم منزل شما. معلصف روستایی ها روی خوشی در ارامنه نشون نمیدن، بندگان خدا خیلی در مزیره. قدمشون روی چشم. زنده باشین همشیره، اینم میدونیم که زحمت هستی گردن شماست، محفوظ باشید ایشالله. خیر پیش. خدا حافظ شما. چشم برمارد. یال جمع کن ببینم.
دیدی؟ محمود خان جان پسر حاج اکبر خان انگلیس داره میاد به شما چه؟ به من چه؟ به ما چه دخلی داره؟ انگلیس که با ما کاری نداره. نبینم دوباره خام شدی رفتی جنگه یا دوره را افتادی جوونا رو دور خودت جمع کردی. من نگاه به خدا من دیگه طاقت قصه و دوری ندارم. محمود خان این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیستا؟ این بار دست بچه ها رو میگیرم میبرم. لعنت بر شیطون، انگلیس پاشو از شینجا تهران همدان بدتر میشه. مردم افتادن به مردارخوری، به بدترینم میافتن. خب الان ما چی کار میتونیم بکنیم؟ من نه صبر ایوب دارم نه عمر نو. قرار نیست چند روز خوشی به خودمون ببینیم ها؟ به پیغمبر خدا من یه آدم معمولیم، به پیر از آدم معمولی کمترم. نکن سرور خانم، نکن صورت رو بول محمد. گلگل خانم چی میخواد عروسی حسین داییش ببوشن؟ ها یه پیرن داره گلگلی مثل خودش، قرار رقص کنه، کل بکشه برای عروس، مگه نه مجلس رو میخواد دست بگیره. بله موهاش رو افشون کنه، میخواد موهاش رو براش گیس کنم. بله شادوما کم و کسی نداری؟ چرا؟ بله عروس خانم. ایشالله. محمود خان با اجازه شما میخوام مراسم رو عقب بندازم. چی؟ چی گفتی تو؟ چی حرفای سطح یقاز؟ به خود ماهبانو هم گفتم تا از جنگ بر نگردم خودم رو پاگیر اینجا نمی کنم. جنگ؟ بی جا کردی تو؟ خیلی بی جا کردی میخوای بری جنگ. این آبروی من شده بازیچه دست شما. اگه سر قصه محبوبه همین محمود خان دوتا زده بود زیر گوشت، الان این حرفا نمیومد به دهنت. شما هیچی نمیخوای بگی نه؟ بچه که نیست، اختیارش دست خودشه، خاص بیاد خاص نیاد. اه؟ دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه محمود خان. بمیرم من همه خلاص شی. باشو ببینم. گفتم جمع کن خودتو. محمود خان برام پدری کنی، خودت با پدرش صحبت کن. شما رو چه حسابی میخوای همچی کاری بکنی؟ رو حساب حرف میرزا. اونه حرمت ده. آدم کسی رو که نمیشناسه و نمیدونه حالش فرقیه نمیبره جایی که زن و بچهش میخوابن. حالا این به کنار، اومدیم چهار چیز رو زدن زیر بغلشون رو رفتن. دستت به کجا بنده؟ هیچ. خدا هم باتت بیا ورزه. میرزا چیزی بگه ما چون رو چرا نمی کنیم. ببینم یعنی اگه میرزا بگه ما سیاهه شما بگین سیاهه؟ میگه عقلش کمی کم چیزی بگه. میرزا اگه بگه ما سیاست که دیگه میرزا نیست. حالا با این رویه که شما پیش گرفتین انگار میرزا شده پیغمبره. ما حرف میرزا رو با عقل بو میسنجیم، غیر اون باشه میکوبیم سینه دیبا. دلتون با این حرفا خوش. پسر کارت که تموم شد این داس رو میبریم میدیگی مشکاسه. یاد باشه پولم ازش نگیر، خودم باش حساب میکنم. بوشش محوسا. قدم سرور خانم بالای چشم ما، به هر حال از ما گفتن.
احمد هم میاد پیشتون. اگه با خودتون نمیبرینش سرور رضایت نمیده. شما که خودت اهل فضلی یا بود، اینم شنیدی که گفتن چیزی را که بر خود نمیپسندی بر دیگران هم نپسند. میگم همین روزا سرور بیاد یه دستی به مهمونخونه بکشه. شما که مهموز خوام پره پره راستش اونجا رو کردم انبار قله. این همه قله برای چی؟ ای بابا انبار شما خوابی ها. بابا قحطی اومده بیخی گوشمون. همین امروز فرداست که در خونه من شما رو هم بزنه. اون اسبو بعدم میام میبرم. خداحافظ. باشو غذا از دهن افتاد. شما بی خود قولدی که مهمون بیاد تو خونم. اگه وضع رشت رو میدیدی اینجوری نمیگفتی. حالا هرچی، شما که خودت نیستی. میخوای من با هر کس و ناکسی تو این خونه هم خونه شم؟ ها؟ با یه مش بیدین و ایمون؟ بیدین و ایمون نیستن، اهل کتابن. از من گفتم بود وقتی شیخ علی میگه یعنی شرعاً هیچ مشکلی نداره. من و تو که بیشتر از اون دین بلد نیستی. تازه شما که قرار نیست اینجا بمونین که بخواییم باشون همخونه شین. میره خونه خاله حوریه. من؟ نه، با غلام رضا حرف میزنم برین خونه داداشم. من از تو خونه خودم جم نمیخورم. شما که نیستی اصلا به کار من چیکار داری؟ اگه صلاحیت اینه بمون خونه، احمدم مثل شیر کنارت. مهمونا بچه هم دارن؟ ایشالله که دارن گلگل خانم. خدا کنه که داشته باشن. بخور. این بار منم میام جنگ آقاش. چی خوب؟ میخندی بهش؟ میخواین دق بدین شما دوتا منو؟ بچه تو کار یومیه خودت موندی، حالا میخوای برای من وایسی تو روی انگلیسا؟ بچه نیستم مادر جون، میرزا کوچیک تنهاست. خودم از شیخ علی شنیدم میرزا با اون ریش چنانیاش محتاج تو نیست. تو مگه بلدی تیر در کنی داداش؟ خودم بهش یاد میدم. تو خیلی بیجا میکنی. غذا تو بخور. چه تن میخوای بیه جنگ؟ اگه من چی من؟ خسته شدم از بس تنهایی تو این ده سر کردم. این روزام همه یه جوری بهم نگاه میکنن انگاری من قاتل هاشو مردم. من که از خودم پسر، ولی خواهر جان نمیذاره، جونش به جونت بسته است. اگه آدم به قدر کافی بود منم نمیرفتم این بار. خوب نرو، گفتم که من هستم. ما بانون دیگه طاقت نداره. خیلی چشم انتظارم بوده. مگه این هم آدم که دارن می جنگن چشم انتظار ندارن؟ جنگی آوستن دهی شوخی بردار نیست. نکنی بیای جنگ به فکر ماهبانو باشی. بگی بخواب جنگ نرفته من لغوز نخوا. فردا با آقا جون حرف می زن. آب نکوب تو آبن رضایت نمیده. اگه انگلیسی‌ها به هوای بادکوبه اومدن چرا میرزا امونشون نمیده برن گروهشون رو گم کنن؟ شما چرا ست صابر؟ بادکوبه بهانه است.
میخوان کل ایران رو مستعمره خودشون بکنن. به هر حال صلاح نیست با انگلیسی‌ها در بیفتیم. انگلیس بابا کاری نداره. میرزا و از اوزای جاهای دیگر رو دیده که میگه بعد جلوشون بایستیم. جنگ اشتباست، غلطه. اگه قبل این که برسن به گیلان باشون جنگ نکنیم، باید جلو در خونمون روشون اسلحه بکشیم. محمود خان، اصلا منظور حرف من شما نیستی. یه وقت خدای نکرده به خودت نگیری. ولی بعضی ها انگار به نفعشونه که جنگ بشه. اگه جنگ نباشه چرخ زندگیشون نمیچرخه. قدرت طلبی سید، قدرت طلبی. بعضی ها از این که یه عده دورشون جمع بشن و چشم و گوش بسته مطیع امرشون باشن، براشون از صد تا مقام و منصب هم بالاتره. به هر حال من صلاح نمیبینم که میرزا به جنگ انگلیسی ها بره. شما صلاح میرزا رو بهتر از خودش میدونی؟ پس این اعلان آخرشو گوش کن برات بخونه. چرا فداکاری میکنیم؟ چرا جوانهای خود را به کشتن میدهیم؟ چرا 3 سال است مشقتهای گوناگون را تحمل میکنیم؟ چرا به آسایش و زندگی راحت پشت پا زده ایم؟ آیا برای بست قدرت دیگران است؟ فقط برای حفظ دیانت و شرافت خود قیام کرده ایم. برای استقلال وطن فدا می شویم و برای ایران قربانی می دهیم. انگلیس به زور اسلحه و فریب دادن مردم نادان و کمک بعضی از دونهمت ها که در غیاب مجلس شورای ملی به غارت مملکت مشغول گشتند، می خواهد استقلال ما را محو کند، حریت ما را پایمال نماید. آیا ما حق دفاع نداریم؟ آیا کسی ما را در این دفاع مقدس و مبارزه حیاتی نهی خواهد کرد؟ زهی بی انصافی. ما برای پاس حقوق این آب و خاک، برای حفظ مدفن نیاکان بزرگوار و بالاخره برای حفظ قوانین اسلامی تا آخرین سرحد امکان دفاع کرده فدا می شویم. یقین داریم هر حساس منصفی تصدیق خواهد نمود که حق داریم. و سلام. تکیه میرزا به مردمه. حالا که خیلی ها دست رد به سینش زدن، ما باید کنارش باشیم، نذاریم پای دشمن به خونه هامون برسه. محمود خان، جنگ با انگلیس توفیر داره با جنگ با قزاق روس. تیاره دارن، توپ دوزن دارن. من مطمئنم که هر کی پا تو این جنگ بذاره زنده بر نمیگرده. کسی که نخواد بره جنگ، توپ و تیارم نباشه، یه بهانه دیگه جور میکنه. از این حرفا بوی خون میاد. ببینم محمود خان، به جای فریب بچه‌های مردم چرا دست پسر خودتو نمیگیری ببری جلوی توپ و تفنگ؟ مرد خوبه برای همسایه؟ ببین اینم به موقعش میره. صلوات بفرست. محمد تهران و قزوین و همدان و خیلی ولایات دیگه از زور قحطی افتادن به مردارخواری. تنها جایی که تونسته روپای خودش وایسه گیلانه، اونم به همت میرزا و جنگلیا. دیگه خود دانی. من هستم محمود خان. من صادقا میام محمود خان. من میام محمود خان. من میام محمود خان. حسین آقا، حسین آقا، سلام. سلام.
چی بگم که شرمندگیمو بفهمی؟ بد کردی با من حسین. بیشتر از خودم دلم برای محمود خان سوخت. محمود خان؟ وقتی اومد به بابام بگه که تصمیمت چی شده، بابام هر بد و بیرایی که میخواست به من و تو بگه به اون گفت. لام تا کن به من چیزی نگفت. سر منم فریاد زد، لعنتم کرد که آبروشو بردم. گفت همین فردا یکی رو میاره عقدم کنه. تو چی گفتی؟ حسین بیا قبل این که بریم یه محرمیت بخونیم و برو هر جا که میخوای بریم. میدونی مشکل من الان چیه؟ میدونم مشکل من اینه که تو اصلا به من فکر نمیکنی. گرفتاری من اینه که همه فکر و ذکرم شده ماهبانو. میدونم اگه با تو ازدواج کنم همه هوش و حواسم پیش توه. گناه من چیه؟ میگی چی کار کنم؟ نرم تو نری کی بره، ولی به وضع منم فکر کن. به خدا دیگه نمیتونم تو چشم بابام نگاه کنم. همه فکرم پیش توه ماهبانو خانم. اگه برم و بر نگردم چی؟ با عطا دایی فکر میکردیم روسا برن اینجا آروم میشه. نشد. یه اجنبی دیگه اومده. انگار هیچ وقت قرار نیست این مملکت آروم میشه. میخوام با اتون حرف بزنم آقا جون. من میخوام بیام جنگ آقا جو. تو این اوزا مادر تنهاست، نمیبینی غذاهای سرگردونو؟ خودتون گفتیم بره خونه عمو غلام رضا. دلش با تو راضی نمیشه. شما بگین راضی میشه. میدونستم قبول نمی کنه. انشالله جنگ بعدی بزرگتر میشی با هم میریم. حسین داری؟ قبول کرد. قبول کرد؟ خوشحالتم پسر. باید اسمم اماده کنم واسه جنگ. یه هنوز سرکشه، بیچارت میکنه. رامش میکنم. بشینو تماشا کن.
گفتم احمد. چی شد؟ باشو ببینم. باشو زهر. خوبی؟ رحمت. زهر مار ترسیدم. نه ترس حسین دایی. خوشحالی یا پسر؟ چرا خوشحال نباشم؟ دارم میام جنگ. جنگ؟ تو از جنگ چی میدونی بچه؟ جنگ خوشحالی داره؟ اینا کیان دیگه؟ چرا این شکلی هست؟ شبیه اینا تو رشت دیدم، گمونم قحطی زده هایی که شیخ علی گفته بود. یا علی، چرا اینقدر زیادن؟ خوب شد دارم میام جنگ، بله باید با این گداها هم خون میشدن. خجالت بکش بنده های خدا نا. سلام علیکم. سلام علیکم. رسیدم بخیر. حسن رود براده. اینجا لیجارکیه، حسن رود از این طرفه. الله رضا لماز پیشی نیه سروش مدو سروش هایی که نیسته ساعت خالی این ساعت شکلش یورگون دلن یورلوک دلن. چیکار میکنی پسر؟ میخوام ازش سواری بگیرم. این از شموشه، تو جنگ درد سر میشه. حسین دایی، همون جوری که خودم دارم میام اینم میارم. هی هی
مست مال منه. بدش به من. لیجرکی از کدوم طرفه؟ محمود خانو میشناسی؟ چیکارش داری؟ به ما گفتن بریم خونهش. من پسرشم. نباید حواست بهش باشه. ولش کردی هر جا دلش خواست بره. بهش گفتم نرو تو جنگل به شب میخوری، کله شق دیگه. ها وقتی بچه کله شق خب میخواییم ببریم جنگ. اون دیگه مردی شده واسه خودش. من میرم اسبار رو آماده کنم. بابا داشت احمد تو جنگل گم شده. خسته نخوری دخترم، هر جا باشه پیداش میکنم. مادر جون، آقا جون، مهمون داریم، از تهران اومدم. خوش اومدم. بشین همینجا. سلام. بفهم بفهم بفهم. سلام. سلام. خوش آمد. سلام. سلام. خونه میگی مادر دل نگرون میشه؟ دیگه تهران نمونده، قاطی همه رو بیچاره کرده. خیلی ها مردن، خیلی ها. خدا جای حق نشسته. میگن تهران نون جو هم پیدا نمیشه. این انگلیس ها همه جوها رو خریدن برای اسباشون. آره. شما بفرمایید داخل این اتاق. ببخشید اگه یکم به هم ریخته است. بفرمایید. دست شما درد نکنه. ممنون. اختیار داری. بفرمایید. غریبی نکنید. اینجا رو خون خودتون بده. ممنون. میده آوردم برات. شما الان آماده میشه میارم برات. باشه. بابا احمد آقا سرفیز شدی. ترس برش دشتر نکنه محمود خان بهونه پیدا کنه. بهونه چی؟ که نبره دشتر.
یادت باشه هیزم بیشتر جمع کنیم، بندگون خدا بی هیزم نمونه. چشمون دارم باریکلا کاری شدی پس بی زحمت دیگه. آبم احمد آقا بذار دم هموم که مهمونا بتونن هموم کنن. چشم بی بلا. خجالت بکش، مهمانن اینا، پر پی کارت ببینم، بودو سلام، صحبت بخیر. سلام. بفرمایی دیگه آب و گرمم گذاشتم جلو همون. دستتون درد نکنه. قابل شما رو نداره. حسین دایی. سلام. سلام مادر جون. حسین دایی این ارمنی ها خدا رو قبول دارن؟ هم خدا رو قبول دارن هم پیغمبرش. پس چرا یه جوری هم؟ چه جوری هم؟ نمیدونم یه جوری هم. از وسط بدبختی پا شدن اومدن اینجا، میخوای گل بگن و گل بشنفن؟ ماشالله باشه، چقدر خوشگلی تو. الان چند ماهه چیزی که بشه اسمشو گذاشت غذا نخورده بودیم. دستتون درد نکنی. قابل نداشت. شما مگه کسو کاری تو تهران نداریم؟ تو تهران الان همه مثل همه، به جز اونایی که با انگلیسا زد و بند دارن یا اونایی که غلاتو احتکار کردن که گرونتر بفروشن. خدا ایشالله همشونو به زمین گرم بزنه. مادرت کجاست؟ ببخش ناراحتت کردم. گرسنگی از پا در آوردش. تالایی دور اطراف اومده بودی؟ نه. نه؟ پس کلی کار داری. به احمد میگم همه جا رو بهت نشون بده. گلبر مامان چرا نشستی؟ دستشو بگیر حیاتو بهش نشون بده. مرغ و خروسا، گاو گوساله ها. ترسی؟ چرا بترسم؟ سرکشه من خوب روم نشدم. برا دفتر حسی که بالات باشه یه روزه رامش میکنم. رامش میکنم؟ رازم نبیرم.
میخواد واسه منم یک کار اسب سفید بیاره. احمد بله مادر جان. آرویکو ببر بهش دریا رو نشون بده. کیو؟ آرویک دیگه، اسم دختر خانومه. الان میرسیم. خیلی دوست دارم ببینم دریا چه شکلیه. مگه تا حالا دریا رو ندیدی؟ نه، فقط شنیدم. چطور دریا رو ندیدی؟ مگه تهران دریا نداره؟ تهران؟ تهران دریاش کجا بود؟ من یه قایقم دارم. باش میره دریا ماهی میگیره. چقدر قشنگه. گل بهار، گل بهار، کجا میری؟ گل بهار، گل بهار، صدف صدف بزرگ. اسبت داداش. نگفتی سواری بلدی؟ اسم چابوکیه. جای قشنگی زندگی میکنین گل بهار. تهران مایی قشنگ نیست. قبلانه قشنگ بود ولی الان نه. تهران خیلی بزرگه. خیلی. دوست داری سوار قایق بشی؟ تا حالا نشدم. خب از جنگ که برگشتم با هم دیگه سوار بشیم. جنگ؟ جنگ با انگلیسی ها؟ نمیذاریم پاشونو بذارن اینجا. تا حالا جنگ نرفتی؟ از کجا فهمیدی؟ کسی که میره جنگ نمیدونه زنده بار میگرده یا نه.